گفتن که خداوند دخترها دارن و احیان نگفتن که ملائکه ها دخترای خداوند هستن. خم و جگرخونی، یعنی اگر جون کنش جایش سیاه نبود بلکن وقتی که بسیار جگرخون شما انسان باز او خون وجود انسان کنش میاد دروش بسیار رنگش تغییر میکنن، اعصابش خراب میشه. میگه که از عادتهای مردم جاهلیت این بود که وقتی باش گفته بشت که اگر بوشن احد و من اونسا وقتی که باش گفته میشه که برای تو خدا دختر دار با بچه توی مولایی رو میشناسی؟ ای کدام جای دیدی را؟ بله میشناسم، یه چند وقت پیش دمشق درس قرآن میداد. کاش من امور یک دفعه میدیدم. بسیار سوالات دارم که باید نسو پرسان کنم. کاکا جان خیره یک دو دقیق نام بزرگش نشیدین نکنه آنم میده برا ما اونا نمف نداریم با کسبتیم برو برو با بچه تو نمیفهم بگم برو دیگه برو که باست میزنو بیتا برو دیگه که پیدا کنیم برای شهرو سلام علیکم. سلام علیکم. این سلک یتیم است. به شما پیسه نبود؟ یک دو تنان برش میدونیم خوب بود. نه تنانه نه؟ ده این قیمتی مالا نمف نداره با کسی بتیم. چرا تو کارا میکنی؟ برو کاکا بان که کار خدا کنیم ما. خداوند کسایی را دوست دارد که در مال خود برای خداوند یک سهمی داشته باشد و او را برای فقیرها و مسکینها بدهد. اینجا نانبایی است، جای برای تبلیغ شما نیست. ای را شناختی؟ ضرورت نداره که بشناسم. یه همون کسی بود که تا حال کسی شم بشنیدی؟ چی؟ یه همون بود؟ آه چی اشتباهی بزرگه؟ ما برم که او رو پیدا کنم. بچه میز جگرخونی نکو، خداوند مهربان است. تو میتونی که بخیر در سایت بخونی، کلان شوی، از تو آدم بسیار خوب جور میشه. مردم هر قسم است، بعضی کسا از خدا میترسه، بعضی کسا از خدا نمیترسه. تو کوشش کن که متاثر نشی، از درسایت پس نمانی تا که یک آینده خوب داشته باشی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. قاری صاحب یک بیستی قرض بتید برای من. اینه بچه جان، اینه بگی بر بچیم انشالله. مشکل از این بچه ها که بود که من وقتی که آمدم یک نانبای ظالم گفت که یک چیز برای من کمک بکو، گشنه بود ولی اون نانبای ظالم برش نان نداد. شما ببینین مردم به خاطر مخلوق و به خاطر مردم به میلیون ها را مصرف میکنن، لکن به خاطر رضایت خدا یک تو تنان هم بر یک طفل معصوم نمیتن. بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم و دیگه در جمله مسلمان هایی که همیشه جزا و فضا نمی کنن و در مشکلات بسیار جگرخون نمیشن و مسلمان های حقیقی هستن، یک صفت دیگه شان چی هست؟ والذین کسانی هستن که في أموالهم حق معلوم، که در مال هایشان حق معلوم دار است. برای کی؟ للسائل والمحروم، بر سوال کننده و بر انسان محروم. خدایا این چه قسم مردم هستن که به خاطر رضایت تو یک پارچه نان هم نمیدن و هیچ وقت به فکر یک یتیم مسکین فقیر به فکر از یا نیستن که اینا هم بالایشان حق داره و در روز قیامت از یک یک روپ مال خود پرسان خواد شدن و یتیما و بیچاره ها از یخرشان خواد گرفت و خواد برشان گفت که چرا اینقدر ظلم کردی؟ خدایا 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 خدایا
محترم سیاست می باشه مرا عفو کنید. ما شما رو نشناختم بود. من گستاخی کردم در حق شما. سیاست مرا می باشه. خداوند متعال همه ما شما خیلی باشه. مولوی سید محترم بسیار زبون بخشید. من در حق شما گستاخی کردم. شما فردا شش مهمان ما سن به دوستای تان. ضرورت به مهمانی نیست. من کفایت میکنم. مشکل نیست. در ما هستید زنده باشید. خواهش میکنم لطفاً قبول کنید. انکار نکنید. ما در حق شما گستاخی کردیم. لطفاً قبول کنید مهمانی را. با دوستای تان فردا چشت مهمان هستی مهمان هستی. درست است. انشاءالله. شکر بولیسی. شما مرا بخشیدین یا نه؟ بخاطر که با شما بسیار زد بد رفتار کردم، ما این بیماری رو بخاطر شما گرفتم، بخاطر که شما راضی شد و این دوستای دیگرم که دعوت کردم صرف بخاطر شما بود که شما مرا بخشید و معذرت مرا قبول کرده باشید. خوب بود. خداوند عفو کنه. مولوی صاحب محترم، از بسیار وقت است که در ذهن من یک سوال میگرده و من خود ممنون با اسم سرکارم ماتنور است. ما دقیقا نمیفهم که دوزخی ها چی رقم مردم ها هستند، یعنی چی رقم مردم ها با دوزخ میرند. یا اگر واضح بسازیم مولوی صاحب محترم. که پیدا کنیم برای نارو برو کاکا بان که کار خدا کنیم ما. خداوند کسایی را دوست دارد که در مال خود برای خداوند یک سهمی داشته باشه و او را برای فقیرها و مسکینا بده. اینجا نانبایی است. جای برای تبلیغ شما نیست. دوزخی کسی است که به خاطر خوشحال ساختن یک مخلوق به هزاران هزار افغانی را مصرف میکنه، با صدها نفر نان میده و به خاطر راضی ساختن خداوند متعال جل جلاله بر یک مسکین یک لقمه نان نمیده. که به ما سوا فکندی همه سایه همارا می کشد باره یه
دنیا